خاک یه کود نجس رو میگیره گل میده بیرون. محصول یه آدم، محصول زندگی یه آدم، خروجی یه آدم باید چی باشه؟ خروجی یه آدم باید چی باشه؟ این خاک وقتی که دانه رو میکارید درش، این خاکی که میاد جذب گیاه میشه، حالت جمادی به معنای اینکه وزن داره، حجم داره و خاصیت عنصری داره حفظ میشه، ولی خصوصیت های خاکی شو دیگه از دست میده. یعنی از اون حالت خاکی اصطلاحا میگیم چی شده؟ مرده. میمیره خاک و چی میشه؟ به یک حیات بالاتری با خواص خیلی بهتر، گیاه حیات پیدا میکنه، قابل خوردن هستش، رشد داره، تغذیه داره، تولید مثل داره. حالا تو حالت گیاهی هم وقتی یه حیوان او رو میخوره، این گیاه چی پیدا میکنه؟ ترقیه جدیدی پیدا میکنه، از حالت گیاهی میمیره و حیات چی پیدا میکنه؟ حیات حیوانی با شعور حیوانی، یعنی به یه شعور میرسه، به یه شعور بالاتر میرسه. حیوان خیلی شعورش بالاست. اینکه قرآن در مقایسه بعضی از آدمای با حیوانات میگه اولئک کل انعام بل هم اضل، این توهین نمیخواد بکنه. میگه حیوانات عبادت دارن، خب خیلی از انسان ها ندارن. حیوانات بهشت میرن، خیلی از انسان ها نمیرن. حیوانات عشق و محبت و امانت داری و وفاداری درشون هست، خیلی از آدم ها درشون نیست. حالا این حیوان که خودش این مرحله رو داره که خیلی برجسته است، انسان ها میرن این استعدادی از حیوانات خاصی رو میتونن ذبح بکنن، میارن سر سفره‌های خودشون، کمال پیدا میکنه این حیوان، حیات بالاتری پیدا میکنه، حیات انسانی. خاک محدود استعدادش، یعنی شما خاک الان با خاک یه میلیارد سال هیچ فرقی نکرده. خاک خاک، گیاه هم همینطور هستش، حیوانات همونطورن. یعنی فقط انسان هست که میتونه شبیه الله بشه. توجه فرمودید؟ بقیه موجودات از گیاهان، از جمادات تا فرشته ها حد یقف دارن. آدم اگه بخواد فکر بکنه که من چی دارم میخورم و باید به چی محصولی بیرون بدم، این خیلی مهم. حیوانات وحشی همینجوری میخورن، فکرم نمی کنن. اینجاست که پای مکتب میاد وسط، پای پیغمبر میاد وسط، پای دین میاد وسط، پای فرمول حدود الهی میاد وسط. لذا قرآن میفهمد چی؟ اگر اون حیات برتر رو میخواید باید تحت تربیت قرار بگیرید. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مؤمنین، اگه ایمان آوردید واقعا اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت میکنند به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. این کدوم حیاته؟ دیگه حیات عقلی نیست، حیات گیاهی و حیوانی نیست. کدوم حیاته؟ حیات انسانی نیست، حیات ویژه انسان هست که به ما باطن انسانی میده، شکل انسانی میده. باید باور کنیم ما فقط با الله هستش که شادی و آرامی، ما فقط با عشق به الله هستش که انسانی. شما هر پیروزی رو بدون الله به دست بیاری دارید استراب ایجاد. یا اگه گن زدم، خراب کردم، 40 سال، 50 سال، 60 سال، وقت دارم، زندم هنوز و میتونم همه 60 سال رو جبران کنم. بگو اگه خدا رو دوست دارید فتبعونی، دنبالم بیایید. یحببکم الله، داستان عکس شد. میگه تو اگه عاشق خدایی بیا دنبالم، خدا عاشقت میشه. داستان لیلی و مجنون جاشون چی شد؟ عوض شد. یحببکم الله. بعد چی میشه؟ و یغفر لکم ذنوبکم، همه گذشته رو پاک میکنه خدا به عشق شما.